ما ورزش از دوران نونهالی یا کودکی آغاز کردیم، البته تحت نظر اولین استادم که مامایم همچنان میشه، استاد داود زینل. البته از زمان گفتم میتونم 3-4 ساله که بیش نبودم و حتی درست خودم نمیشناختم، اما چون در یک خانواده ورزشکار و ورزش دوست به دنیا آمده بودم و آیسته حدوداً گفتم میتونم 8 سال کنفوتوها را پیش بردم و تا 5 خط کنفو را هم گرفتم در بود دوران کودکی. از سنی 12 الی 13 سالگی به ورزش بوکس را آوردم که مرا مامایم پیش استاد هاشم برد. استاد هاشم یکی از دوستایش بود و حدوداً 3-4 ماه کار کرده بودم که پدرم یکی از دوستاش که به نام حمید رحیمی یا مشهور به حمید سوز بود گفت که باید از پیش استاد حمید تمرینات من پیش ببرم و استاد حمید هم در وقت با پدرم چون دوستی نزدیک داشت گفت که بچه دیگه علاقه داره که بوکس پیش میبره، بیا یک مسئله یعنی زحمت بیشتر بکشم. و ما تمرینات بوکس ما یا تمرینات اساسی بوکس ما پیش استاد حمید شروع کردم که حدوداً یکی دو ماه تمرینات پیش رفته بود که مسابقات نوجوانان و نونهالان برگزار شد. دمو دور مسابقات تانستم حائز مدال طلا یا مقام اول شوم و بتونم حریفایم شکست بدم و از امو دوران شروع شد بوکس. تانستم تا 5 سال قهرمان وزنم شدم و 5 سال سر سیکوی اولی و قهرمانی استاد شدم. تا سنین 18 سالگی که دوران نوجوانی و جوانی ما بوکس پیش بردم و سال 1385 بود که ختم مکتبم رهسپار کشور تاجیکستان به خاطر ادامه دروسم و تحصیلاتم شدم که در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا دانشگاه طب خواندم و دانشگاه طبم به کادر فارغ شدم و سال 2014 بود که پس برگشت کردم افغانستان و در ضمنش حینی که من درسای ما و تحصیلات ما پیش می بردم و دوره لیسانس ما در تاجیکستان خواندم در کمپتیسیون بوی حرفوی یا محاربوی ماستر سپورتی ما از کشور تاجیکستان عکس کردم. در پلوش ورزش ما پیش می بردم چون کامبات سامبو یکی از ورزش های عنعنوی مردم روس و تاجیکستان اینا است، زیاد سامبو و کامبات سامبو اینا را کار میکنن و ما در کامبات سامبو رو آوردم. توانستم دوبار مسابقات تورنمنتش مقام اول بگیرم، یک بار دوم شدم، یک بارم سوم شدم. سال 2014 دوباره افغانستان برگشت کردم. اولین مسابقه حرفه‌ای من در فکر کنم سال 2016 بود که در سازمان HFC برگزار شد که با حریفی از کشور هندوستان بود، بله حریفی از کشور هندوستان که یکی از ورزشکاران یا از فایتران سازمان SFL هندوستان بود
که مسابقه در افغانستان برگزار شد، متانس و عریف ما شکست بتم در راوند اول. جسور استم جسوران ادا میدان درایم، امو استم که از میدان برنده می برایم، استم مفان دلر بارف مرزم مثل شر، برای بیرقم سپرم بله ما سرباز کشور. جسور استم جسوران ادا میدان درایم، امو استم که از میدان برنده می برایم، استم مفان دلر بارف مرزم مثل شر. و بعد از اون مسابقه دوم و سوم و چهارم در افغانستان شد که بالاخره مسابقه سر کمربند برگزار شد در وزن بنتم ویت 61 کیلوگرم، که تونستم کمربند جام به نام جام سیال بادرزاده بود که کمربند بنتم ویت سازمان چیف سیر ما بگیرم شه. و زمانی که ما حریف ما از کشور ایران شکست دادم و تایتل بنتم ویت سازمان و چیف سیر به دست آوردم، بعد از آخرین مبارزه ام که در هندوستان برگزار شد با حریفی از کشور نیپال، تانستم حریف ما شکست بتم و بهترین فایتری و دور مسابقات شناخته شوم و بهترین ناکاوتی شب تانستم بزنم حریف ما. و بعد از او بود که سازمان ون چمپینشیپ یا ون اف سی، البته با امو میارایش که اونا داشتن برآورده کرده بودم و هیچ باخت آمده کارنامه ام نداشتم، به خواست خداوند و پروردگارم در او سازمان ما جذب شدم و تانستم برای اولین بار در بزرگترین سازمان جهان و پربیننده ترین سازمان جهان که حدودا 2 میلیارد بیننده داره را پیدا کنم و قراردادش به دست بیارم. و تانستم اولین بار مدال از این سازمان برای افغانستانم با افتخار بیارم، کسب کنم و رقم بزنم. بسیار خوش هستم و انشالله که آمادگی ها برای مسابقات بعدی خود گرفته روان هستم. بایی که چند بار است مسابقات ما کنسل شد در گذشته و نتونستم به خاطر مشکلات ویزا را پیدا کنم یا برام در مسابقات مازر شوم، واقعا مایوس کننده بود همیشه یا ناامید کننده بود، ولی واقعا زیاد مبارزه کردم در مقابل همین مایوسی و ناامیدی، به خود هیچ را ندادم و کوشش کردم که دوباره بخیزم، برخیزم و مبارزه کنم. تمرینات ما تمرینات ابتدایی و اساسی که فعلا ما تمریناتی که انجام میتم قبل از 2 ماه یا 2.5 ماه در مسابقه هم که با هم مسابقات تمرینات ما اساسی میباشه، ولی نزدیک به 2 ماه در مسابقات هم که شد تمرینات نهایی یا امو حرفه‌ایم شروع میشه و جدیت تمریناتم تا 15 روز در مسابقاتم که میمانه بسیار جدی پیش میبرم. بعد از او یک اندازه از تمرینات باز کم میشه. برای فعلا تمرینات خودم البته تمرینات مختلفه پیش میبرم. تمرینات پهلوانی ما تحت نظر استاد نجیب الله نوری که واقعا سرم زحمت زیاد میکشه، واقعا یعنی تفاوت های زیاد در پهلوانیم از زمانی که حدودا 1 سال بیشتر میشه با استاد کار میکنم. تحت نظر استاد وحید نعیمی تمرینات بوکسینگ ما پیش میبریم که یکی از بوکسران خوب اسبق افغانستان بوده، یک مربی بسیار خوب است، یک ترینر بسیار خوب است، واقع زحمات بسیار زیاد از سر ما میکشه و به خاطر آماده شدن تمام ورزشکاران یا کسایی که پیشش تمرین میکنن سر کلاگش زحمات واقع زیاد میکشه و خاصتاً سر شخصا سر خودم زحمت میکشه، چون میگه تو یک گذشته یک بوکسر خوب داشتی و اصلی رشته ما چون بوکس است و ما یک برای فعلا هم واقع بوکس زیاد دوست دارم، نظر به همیال منوز هم علاقه دارم بوکس، مثلا مسابقات بوکس پیش ببرم دیگه. به او خاطر استاد سر ما زحمت زیاد میکشه، خدا من اجر بتشه. در زمینش برادرشان
اوجي صاحب فرقان. هفته دو روز الا سه روز تمرینات کراسفیت ما پیش میبرم تحت نظر استاد امید نبی زاده و استاد ضیا نوری که واقعا زیاد کردیم زحمت متقبل میشن و زحمت میکشن در البته در جیم یا در کلب کابل جیم لونج. صدایات خیری برنامه ما است که لابگیری ها و بعضی تمرینات حرفه ما را پیش میبریم و در ضمنش اسپارینگ های در تایم خودم میباشه با شاگردایم میکنم و با شاگردایم که واقعا چند تن از شاگردایم رسیدن و چندین بار مسابقه کردن آماده هستن از تکنیک و تکنیک های خوب برخوردار هستن در ضمنش کریمه خوب میتونن اسپارینگ کنن و یعنی زد و خوردهای اسپارینگی داشته باشیم. در تاجکستان بودم که نامزاد شدم و یک سال در نامزادی تیر کردیم. بعد از او البته خانمم از خود ماست، دختر مامایم است و خانمم وظیفه داره در یکی از مکاتب شهر کابل معلمه است. یک زندگی خوب، زندگی آرام و یک زندگی صمیمانه داریم با هم.
ده زمنش سال 2000 و حدودا سال 2011 بود که ازدواج کردیم. طفل یا اولاد کلان ما نجما جان دختر است و صنف دوی مکتب است، اول نمره صنف خود است. البته تا این امیال را نام خدا استعداد بسیار خوب داره و هیچ وقت این نمره پایان نگرفته، همیشه نمراتش تکمیل یا پره بوده. بچه یکی از پارتینرهای بسیار خوبی ما میشه در خانه بوده. از طرف تابستان بعضی وقتا در تمریناتم در کلاب هم میاره میشه، ولی در خانه همیشه اگر من تمرین کنم او در پولیم حتما تمرین میکنم. بسیار روی بخش است برای من. مثلا من هر بار که تایم میگیرم زمزک میزنم، حتما او در تفریح هر تایم او کار میکنه و ما سون از او دیده دیده واقعا رویه میگیرم، سون از او میبینم. یعنی از هر نگاه او چون کاری از او و عملی از او را که من او وقت میبینم برای من بسیار خوشایند است و او برای من رویه میته. و دخترک خوردیم کیمیارا نام داره که واقعا زیاد وام شوخ است، زیاد شوخ است. دیگه در خانه همیشه وقتی که من میرم یگانه آرزوی میست که دختر اشتکای ما یا اطفال ما باید است ببینم و ساعتم واقعا که شام تیر است. تمام خستگی روز و هر چقدر که تمرین صبح شام صبح شام صبح شام ما تمرین میکنم، لحظه که اونا را ما میبینم و اونا منتظر ما میباشن، تمام احساسم، تمام خستگیم، زلگیم دمو با دیدن از اونا، با شیشتن از اونا، با صحبت کردن کرد از اونا، با ساتلی کردن در خانه کرد از اونا رفع میشه و برطرف میشه. و ما به خاطر تربیه درست اطفالم، به خاطر آشاو باطه اطفالم و به خاطر از اینکه ورزش خودم پیش برده بتانم، در پهلوی ورزش مجبور هستم، کارم پیش میبرم و شغل آزاد دارم. البته دکاندار هستم در سرای سده ولای لوگری، یک دکان لوازم ورزشی، یک دکان کوچک لوازم ورزشی دارم که یک لقمنان حلال برای ما پیدا شد. و یگانه آرزوی ما چون همیشه ای بوده که ما وقتی در ونیسی را پیدا کردم، آوردن قهرمانی یا افتخار، کسب افتخار از ونیسی بود. اما زمانی که افتخار را برای افغانستان آوردم و حال تجربه ام فضل خدا نظر به گذشته چون زیاد شده و زیاد تجربه بریم به دست آوردیم، حال یگانه آرزویم ای است که بتونم کمربند شه یا تایتل سازمان ون چمپیونشیپ بریم مردمم، با ملتم، با کشورم برمغان برم و کسب کنم. و ای شاید اگر او زمان ما کمربند و نفسی را کسب کنم، شاید آخرین آرزویم نباشه. ولی برای فعلا یگانه برای فعلا تارگت تعیین کردیم کسب کمربند و نفسی را در سازمان در وزن فلای ویت. البته فلای ویت و نفسی که 61.200 گرام میشه منفی. از تمام دوستای ما، از مردم ما، از ملت ما، کسایی که مرا همیشه تشویق کردن دوستشان دارم و آرزو میکنم که مردم ما، ملت ما آرام باشند. از خداوند همیشه ما را از این نامنی بیرون کنه و آرزوی صلح و امنیت سرتاسری برای تمام مردم ما، برای ملت ما، برای افغانستان عزیز ما داریم. و در عموم یکی از آرزوهای ما ای است که اتحاد، اتفاق، همدلی، همبستگی بین تمام ورزشکارای ما باشه و خصوصا ورزش خود، ورزشی که ما پیش میبریم و با هم دست بتیم و تا بتانیم برای مردم خود، برای ملت خود افتخار کسب کنیم. و با امیدی او روزی که هیچ نفاق و بی اتفاقی در افغانستان نباشه، با امیدی افغانستان متحد، افغانستان امن، افغانستان سبز و همبسته.
بشکنن اگه میتونی ریکارد من. منزل نسل شیران افغان غیور من، صد راه دشمن و سبل و بور من، بله اهدافشو من میکنم سر روش بن، زنده باد افغانستان به این منظور من. هستم امو افغانی که شهرت داره غیرتش، قهرمان بوده اجدادم بالا بوده همتش، افغانستان استوار باشه بودن نیتشان، افغان بودن افتخار است بسیار بالاست قیمتش. هستم رزمنده افغان و به افتخار میرزم، حرف برم خسی نیست جز از خدا میترسم، حدم مرز شجاعت بله لالو دریدم، زاده نسل دلیرانم و دلیرانم میرزم. افغانستان از زمون گیرنه هواد ده، جوانده وی افغانستان ده زمون تولو غد ده، ده افغانستان خلکو تولو یو ملد ده، جوانده وی افغانستان ده زمون تولو غد ده. جسور استم جسورانه ده میدان می درایم، امو استم که از میدان برنده می برایم، استم افغانه دلیر باریف می رزمون مثل شیر، بره بیرقم سپرم بله ما سرباز کشورم. جسور استم جسورانه ده میدان می درایم، امو استم که از میدان برنده می برایم، استم افغانه دلیر باریف می رزمون مثل شیر، بره بیرقم سپرم بله ما سرباز کشورم. ما خو خیلی خطرناکم خطر دارم برد، بله نگوی خبر نکدی خبر میتون برد، بچم روبروی کتم ما خطر داره برد، بله نوق میزنی کتم زور خبر میتون برد بچم. آمد به مستوار است چون غرور کدم زیر پای، زربات ماهنین از مهربان است و معنی فای، نام مرا شنیده بدوری ملرزه حریفم، در این که داخل شوم دیگه برای حریف نیست جای، جای نداره تسما ما میکنم ترس تزریق برد، تجربه نکدم ترس میترسن امید میلرزه تنت، اختار میتون برد بچم نمی بروی سالم از رنگ، زربات مرا خورده شاید شوه چپم مغزه، تصدر بیرقای زور بخور شور بیرق ما هدف مست، بله بچه میرزان و مرا رقم هر رقم من رقیبی من شکست میتم، رقمی من نیست کس چون افغان استم بسیار بالاست غیرت من. جسور استم جسوران ده میدان می درایم، امو استم که از میدان برنده می برایم، استم افغان دلیر باریف می رزمون مثل شیر، بره بیرقم سپرم بله ما سرباز کشورم. جسور استم جسوران ده میدان می درایم، امو استم که از میدان برنده می برایم، استم افغان دلیر باریف می رزمون مثل شیر، بره بیرقم سپرم بله ما سرباز کشورم. زنده باد افغانستان، تل دیوی افغانستان، ژوندی دیوی افغانستان.